تا به حال با دقت به چشم بالای هرم‌ها که روی اسکناس دلار چاپ شده نگاه کردید؟ این چشم یک انسان نیست، بلکه چشم خزنده‌سان است. به این ترجمه از کتاب خدایان عدن دقت کنید. سومریان گفتند اولین شاهان روی زمین تماماً از تبار و نژاد فرمانروایان صاحب اختیار زمین بودند. لطفاً قبل از تماشای این ویدیو چنل ما را سابسکرایب کنید و برای حمایت از ما زنگوله را فعال کنید تا از آپلودهای بعدی ما با خبر شوید. اگر ویدیوهای قبلی چنل را تماشا کرده باشید، ما به طور کلی داستان پدید آمدن نژاد آدم که برده آنانوکی ها بودند و توسط فرزندان مار نجات یافتند را برایتان بازگو کردیم و به شما گفتیم به همین دلیل جنگ عظیمی بین آنانوکی و فرزندانشان شکل گرفت. اما پس از آن جنگ، سیل عظیمی زمین را فرا گرفت که احتمالاً داستانش را در زندگی نامه ی حضرت نوح شنیده اید. بعد از آن سیل عظیم، تعداد بسیار کمی که از انسانها و فرزندان مار زنده مانده بودند، در سراسر زمین پخش شدند تا اگر تعدادی از آنها از بین رفتند، کسانی باشند که عقاید آنها را به نسلهای بعدی منتقل کنند. آنانوکی‌هایی هم که از سیل نجات یافتند، در خاورمیانه به ویژه در میان رودان و سومر مستقر شدند و امپراتوری‌هایی بزرگ برپا کردند. امپراتوری‌هایی که با خونریزی، قتل و سرکوب انسان‌ها بنا شدند. در حال حاضر دیگر هیچ کدام از آنانوکی‌ها و فرزندان اولیه مار زنده نیستند، اما تمام ما نژاد آنها را به دوش می‌کشیم و چون همگی از DNA انسانی و بیگانه خلق شدیم، در وجودمان هم ذات خوبی داریم و هم بدی. به همین دلیل است که گاهی یک انسان می‌تواند قاتل زنجیره‌ای ترسناکی باشد، زیرا خوی بیگانه‌اش به خوی انسانیش غلبه می کند. اما جدا از این، به یاد دارید که آنانوکی ها پس از فرار از سیاره خود روی زمین مستقر شدند؟ می دانید چرا با تمام علمی که در اختیار داشتند هیچگاه از این سیاره بیرون نرفتند؟ چون حدود 50,000 سال پیش وقتی تعقیب کنندگان از زمین خارج شدند، یک مانع مغناطیسی به دور زمین کشیدند تا از خروج آنانوکی ها از زمین جلوگیری کنند. مانعی که با دانشی بسیار بسیار پیشرفته خلق شده و کلید خروج از آن ما هست. این مانع هنوز هم وجود دارد و به قدری پیشرفته است که حتی آنانوکی ها همراه عبور از آن را نمی دانستند. از آن زمان زمین در یک قرنطینه مطلق است. به همین دلیل هیچ انسانی نمی تواند به بیش از ماه قدم بگذارد. شاید ماشینالات و سفینه های ساخت بشر بتوانند از آن عبور کنند، اما انسان ها هرگز نمی توانند. جادوگران و کیمیاگران باستان به خوبی از این مانع اطلاع داشتند و سمبولی که برایش انتخاب کرده بودند مار بود. برای مثال ستاره شناسان چینی با سر و دم اژدها از این مانع یاد کردند و بومیان آمریکا به آن تور بزرگ آسمان می گفتند. زمانی که آنانوکی ها از این مانع خبردار شدند، سیستم قدرت های هرمی برپا کردند و سعی کردند با پیشرفت هرچه بیشتر تکنولوژی خود را از این مخمصه رها کنند. اما نه تنها آنها، بلکه تمام نسل‌های بعدی آنها نیز بعد از گذشت تمام این 50,000 سال هنوز نتوانستند از این کره خارج شوند. رنسانس که به معنی بازایی است، یکی از مهمترین دوره‌های تاریخی برای خروج از زمین بود. دوره‌ای که در آن پیشرفت‌های شگفت انگیز بسیاری رخ داد و برنامه بزرگی پایه‌گذاری شد. و در آن دوره تاریخ تماماً تحریف شد و بخش‌های زیادی از آن از چشم من و شما دور ماند. برنامه‌ای که در این دوره پایه‌گذاری شد تا حد زیادی با سرجان دی مربوط بود. سرجان به عنوان سفیر ملکه الیزابت در بریتانیا فعالیت می‌کرد و جالب اینجاست همزمان در دربار شاه جیمز هم حضور داشت. آنها در آن زمان به تلسکوپ دسترسی داشتند و احتمالاً سفینه‌های فضایی بدوی نیز ساخته بودند. اما پس از حدود 11,000 سال تلاش که به سخت افزار مناسب برای ترک زمین دسترسی پیدا کرده بودند، متوجه شدند که نمی‌توانند از حصار دور زمین عبور کنند. در همان وقت جان دی که تبحر خاصی در جادوی سیاه داشت گفت ما باید روش خود را عوض کنیم.
ساخت نرم افزار و سخت افزارهای لازم را متوقف نخواهیم کرد، اما باید روشی کاملا متفاوت را پیش بگیریم. جاندی با ایلومیناتی های اولیه تماس گرفت و به آنها گفت آنچه لازم داریم دستیابی به لایه‌ای بالاتر از هوشمندی است، نه فرازمینی ها، بلکه موجوداتی که مقید به ابعاد خاص نیستند. او که دانش سری داشت و جادوگر بود، در قرن 14 و 15 میلادی در انگلستان درگاهی برای ارتباط با این موجودات در سطح بالاتر هوشمندی گشود، اما بعد متوجه شد این حجم اطلاعات برای دریافت توسط او و ادوارد کلی و چند نفر دیگری که با آنها کار می‌کردند بیش از حد بزرگ است. به همین دلیل شرکای زیادی در اروپا برای خود دست و پا کرد. تمام خانواده‌های ایلومیناتی و خاندان‌های اشرافی همزمان به جذب اطلاعات که تنها از طریق ضمیر افراد دریافت می‌شد پرداختند، اما مدتی بعد متوجه شدند درک این حجم از اطلاعات برایشان بسیار مشکل و حتی غیر ممکن است. به همین علت تصمیم گرفتند در یک مکان مخصوص دانشمندان را گرد هم آورند، مکانی که امروز به آن دانشگاه می‌گوییم. به واژه انگلیسی دانشگاه دقت کنید، یونیورسیتی، یعنی شهرهای جهان. این دانشگاه‌ها ابتدا برای افراد عادی مثل من و شما ساخته نشده بودند تا به راحتی به تحصیل مشغول باشیم. در واقع آنها برای گرد هم آوردن دانش‌ها و دانشمندان اقدام به تأسیس دانشگاه کردند و تنها افراد عالی رتبه حق تحصیل داشتند. اگر این ادعا را قبول نمی کنید، به معماری دانشگاه های آن دوران نگاه کنید، به سمبول هایی که داخل این مکان ها استفاده شده، به طبقه بندی لباس ها و کلاهای اساتید و دانشجویان توجه کنید. و اما همین اطلاعات دریافت شده بود که به بشر آموخت چطور از ماده انرژی تولید کند و چطور بمب اتم بسازد. به طور کلی می توان گفت تمام دانشی که در اختیار بشر قرار گرفته اطلاعاتی بوده که از طریق آن موجودات دریافت شده. البته این موجودات اطلاعاتشان را رایگان عرضه نمی کردند و در عوض خون و قربانی می خواستند. چون اگر شما علوم خفیه را مطالعه کنید متوجه می شوید خون نوعی انرژی است، و اگر با دقت تاریخ را بررسی کنید متوجه می شوید دقیقاً از قرن 16 به این طرف جنگ و خونریزی ها بیشتر و بیشتر شدند و به طور کلی مردم جهان قربانیانی برای رسیدن به اهداف آنها شدند. احتمالاً بسیاری از شما با نمادهای این فرقه ها آشنایی دارید و من برای اینکه ویدیو را طولانی تر نکنم به طور کلی به شما می گویم تمام این نمادها از شرق تا غرب وجود دارند. چطور ممکن است سران کشورها با یکدیگر دشمنی داشته باشند و همگی از نمادهای مشترک استفاده کنند؟ پاسخ واضح است. هیچ کس با کسی مشکل ندارد، اما برای رسیدن به تکنولوژی بیشتر قربانی بیشتری نیاز است. آبی که می نوشیم، غذایی که می خوریم، میوهی که مصرف می کنیم و حتی مواد شوینده و خوشبوکننده ها تماماً به کم کردن عمر انسان ها کمک می کنند. اگر نگاهی به تاریخ بیاندازیم، متوجه می شویم هر جنگ در واقع یک مراسم آیینی برای آن موجودات بوده. برای مثال هیتلر به خوبی از این نشانه ها اطلاع داشت و حتی نمادی که به عنوان صلیب شکسته استفاده می کرد یک نماد باستانی با دو مار به هم پیچیده بود. البته ما قبلا ویدئویی در خصوص قربانیان نازی ها برای شما تهیه کردیم که می توانید تماشا کنید. اما چیزی که مهم است بدانید این است که به یاد داشته باشید تمام سران کشورها مدام با هم تعامل دارند و هیچ کدام با نظر من و شما انتخاب نمی شوند. فرش قرمز ها و روبان های قرمزی که قیچی می شوند نمادی برای همخون بودن آنهاست و با این کار نشان می دهند تنها از طریق رابطه خونی که با هم دارند به ریاست و پادشاهی می پردازند. همچنین باید بدانید ادیان تنها راهی برای دشمنی انسان ها نسبت به یکدیگر هستند. اگر شخصی مقید به یک دین خاص نباشد، برای عقایدش نمی جنگد. اگر کسی از بهشت و جهنم نترسد، هیچگاه حاضر به جنگ نخواهد بود. قدرتمندان دنیا برای فرار از این سیاره هر کاری کرده و می کنند و تک تک ما یک انرژی قدرتمند برای پیش بردن اهداف آنها هستیم.
ترسی که حس می کنید، استرسی که بی دلیل دارید، انرژی منفی که نمی دانید منشأ آن کجاست و شما را آزار می دهد، هیچ کدام بی دلیل نیستند. تمام این احساسات در وجودتان منشأ مشخصی دارند. در واقع موسیقی هایی که می شنوید، امواج اینترنتی که در اطرافتان وجود دارد، اخباری که گوش می کنید، همگی شما را به سمت تبدیل شدن یک گلوله انرژی منفی سوق می دهد. پس لازم است کمی حواستان را جمع کنید و برای نجات دنیا و خودتان کمی با احتیاط تر زندگی کنید. در آخر باید بگویم بنده سعی کردم در این ویدیو یک تصور کلی از جهانی که تمام ما در آن تحت کنترل هستیم به شما بدهم و مجبور شدم بسیاری از جزئیات را به دلیل حفظ امنیت کانال حذف کنم. اما به شما پیشنهاد می کنم برای هرچه بیشتر دانستن این جزئیات حتما متن کامل سخنرانی مایکل تسریون را دانلود و بازخوانی کنید. ممنون که تا انتهای ویدیو با ما همراه بودید. امیدواریم از تماشای آن لذت برده باشید.